مسیر پرپیچ و خم رودخانه هیرمند از رشته کوههای هندوکش افغانستان تا دریاچه هامون در سیستان و بلوچستان قرار بود نماد صلح دو کشور باشد و حالا محل مناقشه است. 22 اسفند 1351 نخست وزیران وقت ایران و افغانستان معاهده صلح‌آمیز را برای بهره برداری دو کشور از رودخانه هیرمند امضا کردند که بر اساس آن باید سالانه حدود 850 میلیون متر مکعب آب به صورت دائم به دریاچه هامون ریخته میشد. در ماده 5 معاهده افغانستان تعهد داده اقدامی نکند که ایران از حقابه هیرمند محروم شود و با حفظ تمام حقوق ایران از باقی آب رود استفاده کند. ایران هم متعهد شد تا بیشتر از مقدار معاهده تثبیت شده هیچ ادعایی بر آب رود هیرمند نداشته باشد. این قرارداد اما در مواردی نقض شد. بعد از کاهش بارندگی و گسترش خشکسالی در سیستان از اواخر دهه 70 میزان ورودی هیرمند به دریاچه هامون کاهش یافت و از سوی دیگر نبود دولت قدرتمند در افغانستان ساخت بندی روی هیرمند و به کارگیری انواع پمپ در مسیر رودخانه برای کشاورزی در افغانستان همگی باعث خشک شدن دریاچه هامون شد. بهمن 1399 یعنی 48 سال بعد از امضای توافقنامه نشستی بین ایران و افغانستان برگزار و اساسنامه پیگیری حقابه هیرمند در 7 بند تدوین و توافق شد تا همکاری‌های مشترک برای جانمایی 3 محل آبگیری از رودخانه هیرمند در ایران آغاز و زمینه‌ها برای تحقق حقابه تسهیل شود. آن زمان اتفاق چندانی رخ نداد و بحران‌های سیاسی و تغییر دولت در افغانستان قرارداد را مسکوت گذاشت. تا سرانجام 31 فروردین امسال محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور به معاون خود و همچنین وزیر امور خارجه دستور داد که تأمین حقابه هیرمند را از دولت مستقر در افغانستان پیگیری کنند. چند روز قبل هم رئیس سازمان محیط زیست به این موضوع واکنش نشان داد. علی سلاجقه درباره آخرین وضعیت رهاسازی حقابه رودخانه هیرمند گفت جلساتی بین وزارت نیروی ایران و طرفهای افغانستانی برگزار شده، اما متاسفانه این جلسات نتیجه نداشته چون طرف مقابل زیر بار اعداد و ارقام ما نمی رود. در این شرایط به نظر می رسد هر روز گری رها شده حقابه هیرمند و قراردادهایی که در طول چند دهه گذشته تلاش کرده بودند همه چیز را طبق یک روال قانونی جلو ببرند کوتاه شده و این وسط تأمین آب مناسب برای سیستان و بلوچستان و دسترسی کشاورزان و همه مردم به منابع آب پایدار هر روز سخت و سخت تر می شود.